یا از بین میرن آقای خدابخشیان یا اینکه از این شهر میرن یکی از دوستانی که من دیشب داشتم با منصور صحبت میکردم به هر حال من حالش خوبه؟ بله خیلی حالش خوبه منصور بهتر هستش نسبتا خوب دوباره داره سعی میکنه که زندگی رو ادامه بده باید زندگی رو ادامه داد مطمئنا پدرش هم همین رو از منصور میخواست من منصور و شهرام کاشانی حدود 20 ساله که با هم دیگه دوست هستیم از بچگی شاید با هم بزرگ شدیم داشتیم با منصور راجع به شهرام صحبت می‌کردیم شهرام کاشانی یکی از هنرمندان دوستان خوب ما که الان مدتیه حالا آدم بسیار حساسی هم هستش به خاطر مشکلاتی که پیش اومد اصلا از لس آنجلس رفت و الان در دبی هستش منصور تلفنی حدود نیم ساعتی با شهرام صحبت کرده بود داشتیم همین راجع به خاطرات صحبت می‌کردیم و واقعا این هنرمندایی که حالا شهرام کاشانی که خب مدت زیادیه که داره کار هنریشو انجام میده ولی خب یک فکر میکنم خواننده موفق بود و موفق هم هستش ولی خیلی زود بهش برخورد آدم حساسی هستش گفتم و ناراحت شد و به خاطر مشکلاتی که بود از این شهر اصلا کلا رفتش که الان رفتنش اونجا به خاطر اینکه از دوستاش هم یه مقدار دور هستش فکر نمیکنم در موقعیت خوبی الان قرار گرفته باشه آقای شبخیز آقای وارتان اونجا بودن دیده بودن شهرام باهاش صحبت کرده بودن نمیدونم واقعا از دست ما چی برمیاد اینور آپا که دور هستیم ولی خب همیشه شهرام رو دوست داشتیم مطمئنا طرفداران زیادی داره شهرام کاشانی خیلی محبوب بود بله بله محبوب بود محبوبم هست ولی میگم خیلی زود بهش مسائلی که اتفاق میفته شاید برمیخوره و آدم حساسی هم هستش و اینم طبیعی هستش بارها اشاره کردیم هنرمندای ما خیلی حساس هستن ولی خب این مشکلات همیشه در زندگی هست باید باش روبرو شد باش جنگید و دوباره زندگی رو شروع کرد امیدواریم که آقای شهرام کاشانی هم دوباره برگرده به لس آنجلس در کنار خانواده و دوستان باشه که بتونیم زندگی رو به همین نحو ادامه بدیم من فکر می‌کنم اون چیزی که باعث میشه که این اتفاقات بیفته همون حرفی که مانی خان زدن شارلاتانیسم این شهر باعث میشه که خیلی‌ها سرخورده بشن از دوستی‌ها از رفاقت‌ها و از اتفاقاتی که میفته دل زده بشن و خودشون رو کنار بکشن شاید شهرام کاشانی عزیز هم اینو حس کرده و سعی کرد از این محیط دور باشه ولی خب خودزنی هم شاید درست نباشه از وقتا خودزنی بهرش رو دیگران میبرن همونی که میخواستن میشه ولی باید وایساد مقاومت کرد و زندگی رو ادامه داد و با زندگی همیشه مانیک خان میگه زندگی مبارزه است همش باید مبارزه کرد و من فکر میکنم شهرام کاشانی به قدری اسمش بزرگ هست خواننده خوبی هست هنرمند خوبی هست که از خودش آثار خوبی رو به جا گذاشته که بتونه با اونها باز هم حفظ کنه اسم خودش رو باید اینجور باشه من همیشه یکی از دفترهای خاطرات فکریم رو که همیشه باز میکنم و بهش نگاه میکنم و چند لحظه لبخند میزنم تیم فوتبال هنرمندانم در اون روزها که همه هنرمند بودن همه اسما مثل ستاره ها بر دیوار بودن شما نمیدونید چه عظمتی داشت این تیم هنرمندان وقتی شما نگاه میکردید سوپرستار های فوتبال هنر ایران در اونجا بوده همش هر که رو میخواهید نام ببرید عارف سردمدار همه بود به خاطر سن و منزلتی که داشت آقای شمایزاده آقای عقیلی هوشمند عقیلی بعد داریوش عزیزم ستار نازنینم کاپیتان و اندی و بقیه و در اونجا همینجوری که رندی عزیز اشاره کرد چند تا بچه شیطان آمده بودن واقعا بچه های شیرینی بودن همین رندی بود با موهای بلندش شهرام کی بود که من بهش گفتم اسم تو بذار شهرام کی اول گفت نه کاشانی گفتم کی قشنگتره بذار کی که اسم مدت ها با همین اسم رفت منصور عزیزم بود همین علیرضا امیرقاسمی نازنین بود خیلی هم شیطون بود فکر نکنید اینجوری بچه سربزیری الان اونجا میشینه یا آقای نادر رفیعی هم میومد یادتونه بله. کورش بیبیان هم با اینکه فوتبال بازی نمیکرد کافی بود تمام زمین رو به هم بریزه حرفم چیه همه این بچه ها شما که تماشاگر هستید این بچه ها اونی نیستن که شما میبینید هیچ کدومشون شما باشون زندگی کنید شما مثل من باید با شهرام شهپره زندگی کنید تا شهرام بشناسید با داریوش عزیزم یا آقای داوود بهبودی که ما وقتی در کنارش هستیم ساعت ها میخندیم یا آقای علی دانیان نه فقط به خاطر دروازه‌بانش به خاطر اون کرکترش این بچه ها رو نوع دیگری بهشون فکر کنیم شهرام کی عزیز من یه آهنگ دیگه بخون هیت خواهد شد
دوباره زندگی برات هیت خواهد شد. نگران نباشید. تشکر میکنیم از بچه های فنی، مخصوصا اتاق فرمان، الکس عزیز، محمد رضا. تشکر میکنیم از شما که بیننده برنامه آفساید بودید. شهرام جان، هر جا که باشی مطمئن باش دوستان تو رو دوست دارن. خدا نگهدار شما. شبامو ازم گرفتی، گرفتی خوب من، یه دفعه گذاشتی رفتی، تو رفتی خوب من. اگه یک روزم به عمرم نمونه، گریه تو در میارم. تو منو نشناختی، منو نشناختی خوب من. تو در میارم چون منو نشناختی دیگر، از خودت واسم یه گول مهربون ساختی دیگر. من که بازی نداشتم، دلمو ساده گذاشتم، تو که این بازی رو ساختی. میبینی باختی دیگر، میبینی باختی دیگر. تو در میارم چون که دلم کاغذی بود، تو که عاشقم نبودی، عشقت از بی کسی بود. توی دنیای قشنگم آروم آروم اومدی، وقتی رفتی همه دنیا دل با پسی بود، دل با پسی بود. شبامو ازم تو در میارم چون منو نشناختی دیگر، از خودت واسم یه گول مهربون ساختی دیگر. من که بازی نداشتم، دلمو ساده گذاشتم، تو که این بازی رو ساختی. میبینی باختی دیگر، میبینی باختی دیگر، میبینی باختی دیگر، میبینی باختی دیگر. Offside, sponsored by For You Properties. ما امروز به فردای شما می‌اندیشیم.